وزارت به بهداشت ترکیه از افزایش شمار کشته شدگان در دو انفجار روز شنبه در مرکز شهر آنکارا خبر داد و تعداد آنها را بیش از 86 تن ذکر کرد. تعداد مجروحان نیز بیش از 180 تن ذکر شده که 28 نفر از آنها در شرایط وخیم جسمانی به سر میبرند. در پی این حادثه دولت ترکیه سه روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. اگرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته اما مقامهای رسمی تاکید می‌کنند که احتمال می‌رود حمله تروریستی بود. باشد انتشار تصاویر مربوط به این دو انفجار برای رسانه های ترکیه ممنوع شده است همزمان حزب کارگران کردستان پکاکا اعلام کرده که از شبه نظامیانش خواسته تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه هرگونه عملیات چریکی را متوقف کنند احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه پس از برپایی نشستی اضطراری با برخی از مقام های دولتی و امنیتی این کشور اعلام کرد که این انفجارها توسط دو بمبگذار انتحاری صورت گرفته رهبر حزب مردم جمهوری خواه ترکیه نیز در گفت نمیخواهم از گروه یا فرد مشخصی به عنوان متهم در این واقع نام ببرم اما باید روی این نکته تاکید کنم که آیا این همان راهی بود که میخواستیم کشور را هدایت کنیم در حالی که همه میتوانیم در کنار هم و در صلح زندگی کنیم این انفجارها در حالی رخ داد که احزاب ترکیه در پی شکست مذاکرات حزب حاکم ادارت و توسعه برای تشکیل دولت اطلافی خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در اول ماه نوامبر آماده می کنند.